مفسرا میگویند که حضرت لقمان فرزند چی گفت؟ فرزند من، هیچگاه وقتی که مردم به پیش تو با یک نیاز می آیند، برای یک حاجت براری می آیند، بالای آنها روی خود ترش نکن و بالای این مردمی بیچاره قواب ننداز. چگونه یک پیغمبر میگه اتق الله و این تلقا اخاک و وجهک الیه منبسطون. ای امتان من، وقتی یک امتی من، وقتی یک مردمی مسلمان، یک مرد مسلمان نزد شما می آید برای معامله کردن، برای با شما صحبت کردن یا از شما چی دیرا درخواست کردن، با آنها با تبسم باشید، قواق نه اندازید، گردن فرازی نکنید. اتقوا النار ولو بشق تمره فان لم تجدوا فبكلمه طيبه. پیغمبر خدا گفت اگر اون قدر تو را خدا بی غیرت هم کرده باشد که نیاز این بنده خدا را نبراوردی، تو را خداوند این قدر غیرت از دست گرفته باشد که مرادهای او را حاصل نکردی، یعنی آن چیزی که وای میخواست، فبکلمت طیبت، با او صحبتی خوب کن، از مالت ندادیش میلش، لیکن این بنده خدا را ملامت نکن، این بنده خدا را تحقیر نکن، این بنده خدا را از پیش خودت با قوقعای گیرانده جواب نده، بلکه با سخن خوب و از پیش خودت جواب بده. مفسرها دیگر زیلم تفسیر کردن، گفتن ولا تو سعیر خد کلنی ناس، معناش این هم هست که اگر نام یک انسان پیشی تو گرفتن، نگو که وای کیس خودش، ای کی از خودش، یعنی این سخن هم خودش از روی کبر صدا می دهد. وقتی که نام یک برادر پیش ما و شما ذکر می شود که فلانی، ما در جواب چی میگه؟ وای کی از خودش. اینم علامت یک کبر ما و شما را نشان می دهد. باز مفسرها دیگر زیلم تفسیر کردن، گفتن اگر مبادا یک انسان پیش شما برای عرض دل می آید، تا آخر و یک گوش اندازین، از وای روی نگردانین، تا آخر صحبتی وای گوش اندازین که وای چی میگوید، وای چی میخواهد. یعنی هست بعضی معامله هایی که اگر یک برادر نزد ما و شما میآید، وقتی وای صحبت دارد ما با او توجه نداریم، وقتی وای سخن گفته ایستاده است، از حساب کبر، از حسابی که ما او را احترام نداریم نسبت او که ما گردن فرازی که داریم، سخن وای گوش نمیکنیم که وای کی از خودش. این گناه مفسران تفسیر کردن. لیکن هر یک ملای نباشد، امروز در ملاها هم همین کبر وجود دارد، در کارگرهای دولتی هم وجود دارد، از حساب فرزنداشان. بعضی فرزندهای همون کلانزاده ها را میبینی، این آدم عادی را پسند نمیکنن، خاطرش هم نمیبینن. برای چی؟ برای پدری من فلانی است، پدری من پولدار است، مالدار است. اون مال و ملکت باور کن به خدا قسم از سر پدرت هم از سر خودم سبیل میماند. لیکن در نزد خدا جواب میگوی برای این کبر، زیرا خداوند تکبر را دوست نمیدارد. ان الله لا يحب المستكبرين، خدا میگه من ذاتی هستم که هیچگاه متکبر را دوست نمیدارم. در ملاها و در ایشانها و در شیخا و وجود دارد که من فلانی زاده هستم گفته، دیگر این آدمهایی که ایشان زاده و شیخ زاده نیستن، اینا را یک آدم عادی میشمارند، میگن شما تاجیک هستین، ما عرب هستیم. یک آدم عادی میشمارند، میگن شما تاجیک هستین، ما عرب هستیم. حتی اینم باور که این سخنها را از زبان اینا میشنوی که ما عرب هستیم، شما تاجیک هستین. اگر این گونه شیخ ها را باور که من دشمن اونها هستم، این گونه صوفی ها را من دشمن اونها هستم، زیرا خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری رو حضرت میگد بیا ای بی ادب خود را ادب کن، ای شیخ، ای صوفیه که امروز خود از مردم برتر میشماری، یا ای ملایه که امروز به مردم پسند نمیکنی به خاطر یک جزء از علم خدا را تر خدا نصیب کرده است، وای چی میگد؟ بیا ای بی ادب خود را ادب کن، تو بی ادب هستی میگوید، بیا درس ادب خوان، مسلمان زاده ای ترکی نسب کن. اگر تو مسلمان زاده باشی این نسبت تر کن، من بچه فلانی هستم و من علم فلانی هستم، من شیخ زاده و ایشان زاده هستم، اینا علامتی کبر هستن. مسلمان زاده ای ترکی نسبت کن،
بلون احمر و خون و رگ و پوست عرب نازد اگر ترکی عرب کن. حضرت گفتن اگر همین عرب ها گویند که ما قوم عرب هستیم، قوم قریش هستیم، از اولادای پیغمبر هستیم، با این نسبشان اگر افتخار کنند ترکشان کنند که اونا جاهل هستند. زیرا اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. حضرت محمد اقبال لاهوری گفتن اسود از توحید احمر می شود. اگر سیاه‌پوست هم خدا ترس باشد، اگر آدم عادی هم از خدا می ترسیدگی باشد، وای بسوی پروردگارش قدر قیمت پیدا میکند، از روی عبادتش خیش فاروق و ابوذر می شود، وای خیش حضرت عمر می شود، خیش حضرت ابوذر غفاری می شود. امروز این کبر در اینها، در این دو صنف، هم صنف گویم کارگرها و هم صنف ملاها در وجود دارند. انا حضرت همچنان هم تحلیل کردن که وقتی یک انسان پیش شما آمد و صحبت کرد، اونا تا آخر گوش اندازین که وای چی میگوید، زیرا تو نمیدانی که همون انسانی را که تو پسند نداری، خاطرش نمیبینی، انسانش نمیشماری، نمیدانی که خاتمه وای چی گونه انجام مییابد، خاتمه تو چی گونه انجام مییابد. آیا تو ایمانی به سلامت میبری یا او ایمانی به سلامت میبرد، کسی نمیداند. پیغمبر خدا میگوید فوالذی لا اله الا غیرو، قسم بر آن خدایی که بجز آن پروردگار دیگر خدایی نیست. این احدکم لا یعمل بعمل اهل الجنه حتی ما یکون بینه و بینها الا الزراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل اهل النار فیدخلوها. این حدیث صحیح پیغمبر است. و این احدکم لا یعمل بعمل اهل النار حتی ما یکون بینه و بینها الا الزراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل اهل الجنه فیدخلوها. این حدیث باید برای تمامی این دو صنف باید عبرت شود. پیغمبر خدا چی گفتن؟ قسم بر آن پروردگاری که جان محمد در دست اوست. پیغمبر تأکیدن خبر داده ایستاده است، با خدا قسم میگوید که یکی از شما عمل میکند عمل اهل جنت را. یعنی یک انسانی هست که شانزاده است، شیخزاده است، دام الله است، یا پدرش پولدار است، پنج وقت نمازخوان است، مسجد می آمدگی است، عمل اهل جنت را دارد. پیغمبر خدا گفت چنان عملهای اسلامیش زیاد است که بین این انسان و بین جنت فقط یک زراع مانده است، یعنی 50 سانتی متر مانده است که وای وارد جنت شود. فیسبق علیه الكتاب، اینجا تقدیر گفت بیدار می شود. و این انسان چکار میکنه؟ همین انسانی که اینقدر به عملهای خودش نازیده بود، این انسان میگوید خداوند با یک عملی دوزخی ها دست میزند و در جنت با او پوشیده می شود و وارد دوزخ می شود. 50 سانتی متر مانده بود که وای وارد جنت شود، یک زراع. و حبیب خدا در دوام چی گفتند؟ گفتند قسم بر آن پروردگاری که جان محمد در دست اوست، یک انسانی هست که عملهای دوزخی ها را میکند. این حدیثی صحیح است، این یگان افسانه نیست. عمل دوزخی ها را میکند، بین او و بین دوزخ فقط همون 50 سانتی متر مانده است. این زمان تقدیر کاری خودش میکند. این انسان چیکار میکند؟ این انسان عملی اهل جنت در چنگ میزند و وارد جنت میشود. غافل مباش، مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وسوسه پیها بریدهند. غافل نشوید. هر یک اولیای میگرد از دنیا به ایمان رفت که الحال من برای شما میگرد نامشا میگویم. هر یک اولیا، هر یک دانشمندی از دنیا به ایمان رفتند، از حساب این کبرهایی که داشتند، از حساب انمی سرکشی هایی که داشتند، از حساب همین که از خاتمه کارشان می ترسیدند. حضرت مولوی را خدا رحمت کنند میگن مسلمان بودن تو کی به کار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است، اینجا مسلمان مردن اعتبار است، این مسلمانی تو میگه به چی کار می آید، مسلمان بودن تو کی به کار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. عزیزانی که از گریه نیاسود، همه اندوه و خوفی خاتمه بود. این دوستای خدا مفسر و محدث و
50,000 و 60,000 مرید داشتند، لیکن از خاتمشان میترسیدند. آیا ایمان می برده باشیم یا نه می برده باشیم؟ از این می ترسیدن. با این قدر مفسر و محدث، با این قدر مسجد آباد کردن، با این قدر مریدهایی که داشتن، از خاتمه می ترسیدن. امروز باید این کسانی که پیشواها شدن، این کسانی که امروز تکبری دارن، باید از خاتمه فکر کنن. اون انسانی را که اینها پسند نمی کنن، اون انسانی را که احترام نمی کنن، چی می دانی که وای در نزد خدا قدر دارد یا قدر تو بلند است؟ غافل مشه و مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وسوسه پیها بریدن. نومید هم مباش که رندان بادنوش با یک خروش هم به منزل رسیده. نومید نباش میگد. وحشی کی بود؟ وحشی حضرت امیر حمزه را قتل کرد، لیکن دمی آخرش ایماندار رفت. مسیلمه کذاب را کشت، یکی از کسانی را که دعوای پیغمبری کرد و یک کشت و یک با ایمان را. حضرت عمر اول حیات چه نظر کن، آخری حیات چه نظر کن. اینا باید برای ما درس شود. در حیات القلوب یک قصه یادم آمد، کتاب فارسی ما و شماست، از شیخ برسیسا حکایت میکند که شیخ برسیسا را میگد خیلی عمر طولانی داشت. با یک روایتی میگد 400 سال عمر داشتند، یعنی امتهای پیشین بود. 60,000 مرید داشت میگوید. بسیار عابد بود، بسیار شیخ کلام بود. حتی میگه چنان عبادت های داشت که فرشته های الله به سوی الله ذکر او را میکردند که پروردگارا چگونه یک بنده صالح داری. خداوند میگفت آن علمی را که من دارم شما نمیدانید. انا همین برسیسا از دنیا به ایمان میرود. همین برسیسایی که میبینید در عبادت او تعجب دارید، مفتون عبادت او شدید، ان همین برسیسا به ایمان می رود. فرشته ها گفتن پروردگارا آن چیزی را تو می دانی ما نمی دانی. باره می گوید شیطان خودش را به صورت یک انسان در آورد. شیطانی که دشمن انسان است خودش را به صورت یک انسان در آورد و دروازه شیخ برسیسا را تق تق کردن. حضرت بر آمدن دیدن گفتن خدمتی هست. او می خواهم که در همون عبادتگاهی که تو داری خدا را عبادت کنم. من تو را بسیار دوست می دارم، بسیار احترام می کنم، بسیار آدم مشهور و معروف هستی. شیخ برسیسا گفت مرحمت، گفت محراب خالی است، عبادت کن. 3 روز شیطان در این خانه برسیسا می گوید عبادت کردن. این قصه را من برای چی می آرم؟ برای که همون انسانهایی که مردم حقیر می شمارن، مردم ناپسندی می کنن، به مردم توجه ندارن، چه از حساب پولداریشان، چه از حساب نسب و اجداد و شیخ و ملا بودنشان، من به اون خاطر میارم که از خاتمه ترسیدن در کار. میگوید 3 روز شیطان در محراب شیخ برسیسا خدا را عبادت کرد. شیخ برسیسا عبادت های او را دید، خود در حیرت ماندن و از او پرسان کردن چه عبادتی عجیب داشته ای؟ من اینقدر خدا را عبادت میکنم، لکن در یک عبادتی تو گفت عاجز آمدم. گفت در کدام عبادتم؟ گفت 3 روز تو نه آب خوردی و نه طعام خوردی. شیطان نمیخورد. گفت این کاری آسان است. گفت اگر خواهی گفت به این منزلت هم میرسی. گفت چی کار کنم؟ گو من یک انسانی بودم، یک گناهی وزنی نکردم. شیطان گفت اون گناه را گو به زبان آوردن در قدرت ندارم. لیکن یقین دان شیخ برسیسا هر گناهی که کنی خدا میبخشت را. چه خیلی که امروز شعار هست، همون جوانی تا به عشق و به لذتهای دنیا گذران پیر کشیدی و عبادت تا کردن میگیری. حالی نمیدانی که به پیری میرسی یا نمیرسی. آیا میدانی که از ساعت پس بعدی تو چی می آید یا چی نمی آید؟ بلا تدری نفس و مزه تکسیب غدا، خدا می گوید هوشیار شوین. شما نمی دانی که پگا بسر شما چی آمدنی است. تو پگا نمی دانی در روی خط مرده ها هستی یا در روی خط زنده ها. فردا تو نمی دانی در روی خط بیماری ها هستی یا در روی خط تنزیت ها. این تو نمی دانی. گفت این آسان است. گفت او چه خیل کنم؟ گو یک گناه کو و یقین دان که خدا گناه تا می بخشد.
و تو آدمی خدا ترس هستی، از خوف گناه چنان گناه برو، همون خوف گناه چنان در دلی تو اثر میکند که دیگر تو خوردن و خوردن و نوشیدن و فراموش میکنی. شیخی برسیسا تقدیر الهی گمراه شد در این سخن شیطان و گفت چی گناه کنم؟ گفت از همه گناه های کلان زنا هست، زنا کن. گفت نه، گفت من زنا نمی کنم. گفت زنا که نکنی؟ گفت یک انسان قتل کن. گفت نه، گفت به این شم گفت دست نمی زنم. گفت خیلی از همه در عادی ترینش گفت همین عرق هست، عرق نوش، خمر خور و بعد این توبه کن و خداوند چنان خوفی را در دل تو جا میکند که دیگر نخوردم به یادت میزند و ننوشیدم. گفت از کجا خورم؟ کجا در شراب میفروشن؟ رنگی امروزه جامعه ما و شما در هر دکان عرق نبود، در هر یک قدی کوچه یک بشکه پیوه نویساندگی سویجی پیوه او از سر سبیل بیمانه و سویجی حالی میفهمی بعد سویجیش چی است. وای به حال هم مسلمان هایی که اینا میفروشن، وای به حالتان. پیغمبر خدا چی گفتن؟ شما زردابی از فرج های زن دوزخی را می نوشین در روز قیامت، بعد می بینی که کلامش سویجی هست. در هر قدی کوچه و در هر دکان این گونه عرق فروشی نبود. امروز ما حیرت در میمانم باور کنین مسلمان عرق فروش است. مسلمان ای در معرکاش عرق می دهد، مسلمان ای عرق خور ای، مسلمان ای دزد ای، مسلمان ای خیانتکار ای، مسلمان ای دروغگو. از این چی گونه مسلمانی باشد؟ آخر شما یک بار از همون بود پرستای خیتای عبرت گیرین، همونها را ببینین، همون بود پرستی شان در چند قدر صادقند. یک بود در پیشان همون لباس های زرچان پوشیدگی و سرها تراشیدگی از هر تا بگاه در بیخ همون بود نشستگی همون را عبادت میکنن. یا مسلمانی کامل شو یا اسلام و تواری مسلمان احتیاج ندارد، هیچ احتیاج ندارد. گفت از کجا نوشم؟ شیخ برسیسا گفتن، گفت به فلان قریه میروی در فلان مکان گفت خمر وجود دارد. شیخ آمدن همون خانه در آمدن و عرق نوشیدن که مست شدن. وقتی کوچه بر آمدن نگاه کردن که یک زنی خیلی صاحب جمال دیدن، تیز از پیوه رفتن. این پیغمبری خدا به هده نگفتن که عرق مادر همه گناه هاست، همین عرق نوش دیگر در همه گناه ها آسان است در آمدن. از پای همین زنی خوش جمال شدن. وقتی در خانه در آمد این زن، از پسی وی در آمد، در آمد و یکی یک باره میگد بالا این زن حمله کرد، آدمی مست. میگد این زن تجاوز کرد. همین زمان بود که شوهرش در آمد. میگد برای آن که شرمنده نشود، میگد مشت میگه در بالای سر این شوهر زن زد و او را در زمین افتانید و او را قتل کرد تا که آوازش نبراید. شیطان در حال میگوید دزد پادشاه آمد، خودش به صورت انسان در آورد و گفت میدانی در فلان خانه گفت فلانی گفت فلانی را هم زنا کرد، هم عرق نوشید، هم وی قتل کرد. گفت پادشاه در حال دستگیر کردند، شیخ آوردند. میگوید 80 تازیانه برای عرق زدن، 80 تازیانه دیگه برای زنا زدن و گفتن نزد دار بریم برای که انسان قتل کرده است اینا در دار آویزان کنیم. وقتی نزد دار آوردن، شیطان میگوید در حال نزد شیخ آمد. گفته شیخ گفت اینقدر سال عبادت کردی، 400 سال خدا تا عبادت کردی، اینقدر مریدها، چی خوش میشود که از همین زیری دار ترا من خلاص کردانو. گو راه دارد؟ گفت بله. گو مرا یک سجده کن تمام.
من تو را گفت از اینجا خلاص میکنم. گفت آخر گردنی من بند دارد، چه خیلی من تو را سجده کنم. گفت با همین سرت اشاره کن قبول است. یکوید شیخ همین سر شد اشاره کرد، شیطان عبادت کرد. شیطان گفت یقین دان ای شیخی من شیطان هستم، من دشمنی تو و دشمنی قرآن و دشمنی الله هستم. یکوید از پیش اونا پدید شد و خداوند این شیخ هم میگوید در روز قیامت در زمره همون عرق نوش ها در زیر بیرق همین برسیس ها سر میبردارن. این از خاتمه یکی از دوستان خدا. باید انسان خاتمه را فقط اینما الاعمال بی خواتمی ها، حبیب خدا میگوید این از جز از این نیست که فقط خاتمه اعتبار است، نظر که خاتمه شما چگونه انجام میابد. و این باید ما و شما ننازی، باید که بهترین اخلاق ما و شما داشته باشیم، فعلهای پیغمبر را داشته باشیم. پیغمبر خدا را حدیثش روایت میشود که بال اعرابیون فی المسجد، نرمی پیغمبر را تماشا کنین. از این نرمی پیغمبر باید ما و شما درس گیریم. جوانای عزیز باید مثل پیغمبر ما و شما اینقدر حسن خلق، اینقدر گفتار و رفتار خوب داشته باشید. نگاه کنین چی معامله میکنن. همراه صحابه ها نشسته بود، ممکن مثل معرکه ما و شما بود، حبیب خدا بالای منبر بود و صحابه های او در اطرافش نشسته بودند. این زمان میگه یک اعرابی، یک کوهستانی درون مسجد در آمد. بالا به معنای پیشاب کرد. در آمد در داخل مسجد، در یک اطراف مسجد میگه همین اعرابی پیشاب کردن گرفت. فقام الناس الی لا یقع فی. پیغمبر خدا را حدیثش روایت میکنن که صحابه ها غضبناک شدند، از جا خیستن، خواستن که این اعرابی را چکار کنن، این اعرابی را اذیت دهن، عذاب دهن، لد کنن. پیش از این قصه را دوام دادن، در دوامی صحبت یک چیزی دیگر یادم آمد. بسیاری از برادران ما و شما امروز وجود دارد که در راه ها ما و شما بینی می افشانیم، آبی دهان می پرتاییم، پیشاب میکنیم، حتی تا نجاست هم در راه ها، در راهی که مردم راه گذر است، از مسلمان های ما و شما رخ میدهد. این عمل خیلی عملی زشت است، این عمل خیلی عملی نادرست است. طبیعت یک برادر تخیره کردن. پیغمبر خدا میگوید عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها. من شب معراج در نظم دو کتاب گذاشتن، یک کتابی نیکی ها و یک کتابی بدی ها، یک کتابی ثواب ها و یک کتابی گناه ها. فوجدت فی محاسن اعمالها الاذی یمات عن الطریق و وجدت فی مساوه اعمالها النخاعة تكون فی المسجد لا تدفن. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفت وقتی من کتاب گناه ها را که گشادم، کدام گناه از عمد گناهی وزنین است، یافتم کسی که در مسجد آبی دهانش یعنی توف میکند و لیکن همون توفی کردگیش نمیپوشاند. یعنی اگر ما و شما در داخل مسجد از دهان من آب رود یا اینکه از بینی من آب رود، ما و شما میتونیم به همون دستمال ها و روی مارچه هایی که داریم اونا گیریم. اگر در بالای همون جای نماز پرتاییم که یک برادر ما و شما از خود طبیعت خیره شود، یا با اون جورابهایی که الحال در پای بعضی از شما وجود دارد که وقتی میگذاری و در جای پای تو دیگر سجده کردن می شود، اینا گفتن گناهی وزنین ترین انا همینه در کتاب گناه ها یافتم. لیکن در کتاب ثواب چی را یافتم؟ و وجدت فی محاسن اعمالها العزایمات عن الطریق. بهترین ثواب نه نماز ذکر کرد پیغمبر، نه زکات ذکر کرد، نه حج ذکر کرد، بلکه گفت که بهترین ثواب گفت در این یافتم که از قد راه انسان یک چیزی را که برای طبیعت برادر مؤمن خیره میکند، برای یک برادر مؤمنش آزار میدهد، از قد راه و بیره کردن. این یک تواضع ما را نشان میده. وقتی یک آبی دهان میبینی یا یک آبی بینی را میبینیم یا یک نجاست را بینیم،
این خاکساری ما را نشان میدهد که یک مشت خاک گیر ما آورده در بالای وی پرتوی، تا که برادری که از پس من میآید طبیعت وی خیره نشود. اینم تواضع است. این نشانه این است که تو کبر نداری، حتی با پا توانی همون آب دهان از آب بینی از با پایت همون را شکیده نابود کن که تا که یک برادر دیگر نبیند و طبیعت وی خیره نشود. وای کنندش که گناهکار است، لیکن کسی وای پاکیزه میکند نابود میکند، وای در بهترین ثواب پیغمبر خدا وای شامل است. شیخ منصور مولوی جونی را خدا رحمت کند هی حکایه میکند، شاید با می حکایه موضوع امروز ما را انجام دهیم، در باب همین که از راه گذر، از قد راه، آن چیزی را که ضرر است و یا میبرداری که نشانه تواضع شما را نشان میدهد، میگوید پدر را یک شب دید، پدر را یک شب او دید در خواب، پریشان حال بین جمع احباب. شیخ منصور وقتی پدرش میگوید با دستی خود برد در همون لحد گذاشت، شب میگه در خوابش دید، بسیار پریشان حال است. بگفتش ای پدر چون از حالت، چرا زرد است گلگونی جمالت؟ میگه در خواب دیدش که پدرش خیلی چهره هاش زرد است و بسیار پریشان خاطر است و خیلی ناراحت است. گفت پدر، گفت من وقتی تو را در قبر ماندم این رخساره های تو لالگون بود و وقتی تو خوش بود تو عالم بودی، تو مدرس بودی، چرا امروز اینقدر چهره تو زرد است در این عالم ارواح؟ بگفتا صعب شد کار ای جگر بند، همان دم که جدا شد بند از بند. همان زمانی که ای جگر بند من مرا در قبر گذاشتی و مرا تنها در خانه قبر ماندین و به خانه که رفتین، این زمان گفت یک مشکلات بالام آمد. چی مشکلات بود؟ ندا آمد کی آوردی به درگاه؟ چی داری از عبادت توشه ای را؟ همین زمان میگوید این ملائکه ها از من سوال کردن به این خانه قبره که اینجا صندوق عمل است، چی آوردی؟ از عبادت چی داری پیشنهاد کن؟ پدر شیخ منصور چی گفت؟ بگفتا 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و طاعت، زهد و تقوا. گفتن ای پروردگارا، آخی ذاتی تو دانا و شنواز، من از روزی که تولد هستم، از روزی که به بالغ رسیدم، هر سال حج میکردم، 60 حج کردگی هستم. تمام سالی که به بلاغت رسیده بودم روزه میگرفتم، نمازها در اشتراک داشتم. چی شد بعد؟ جواب آمد نشد این جمله مقبول. بی الله اقترین شایست محسوس. این زمان میگوید جواب آمد که بلرزیدم به خود زانوهم چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. حضرت میگوید چنان جواب آمد که وجودی مرا لرزه گرفت و این سرهای دندانو میگوید از ترس پروردگار همه شکست. چی ندا آمد؟ ندا آمد که این 60 حج تو، این تمام عبادت تو، ای انسان به درگاه خدا قبول نشود. یقین دان این حدیث صحیح از ابو هریره است که روایت او را مسلم میکند. میگوید چی میگوید پیغمبری خدا؟ قاربو و صددو، ای مردم مسلمان حقیقت طلب باشد و پایبند حقیقت باشد. و علمو انه لن ینجو احد منکم بعمله. قالو یا رسول الله ولا انت ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند ای امتان من، یقین دانین که عملهای شما شما را نجات دادن میتونند. این عملهایی که ما میکنیم، گفت پیغمبر، در دوام این قد نعمتی که خدا مرا داده است، یک نعمت شنوایی را بین، یک نعمتی که اگر یک جای تو بیمار شود تمام دولت میتی که همین تن من صحت شود. یک صحتی که خدا به ما داده است، در برابر این نعمت هرچی خدا را ما عبادت کنیم، عبادت چه به جا آوردن میتونیم. با عملهاتون پیغمبری خدا ننازین گفت، زیرا عملهاتون شما را در روز قیامت دستگیر شدن میتونه. صحابه گفتن و انت یا رسول الله،
تو را هم عملهات دستگیرت نمی شود؟ گفت بله انا مرا هم گفت عملهام دستگیرم نمی شود الا ایتغمدنی الله برحمت منه و فضل، تا اگر رحمت پروردگار نجوشد، تا اگر در رحمت او غلیان نکند، بنده را گفت خداوند هیچگاه نمی بخشد، عملش او را نجات داده نمی تاند تا اگر رحمت پروردگار بیدار نشود. این شیخ هم همین جواب آمد. ازت گفتن خیلی لرزان شدم. بعد این چی شد؟ ندا آمد که روز یاد داری، گرفتی خارک از راه گذاری، مبادای خلط در پای مومین، بیازارت کفی جوینده دین. پذیرفته شدی زانیک نیت، بکردیم جای تو در قصر جنت. پروردگار گفت ای شیخ، این 60 حج و نماز عبادت تا یک طرف گذارد، یاد داری که یک روز از قدیرها یک خاره گرفتی و نیت گرفتی که در پای یک برادر من نخلد، در پای یک انسانی که به مسجد می آید نخلد، از این خاطر گرفتی، همین عمل تو نزد ما پسند آمد، ما تو را در جریده جنتی ها نویساندیم، تو را ما برای تو قصر برای این عمل چکار کردیم؟ برپا کردیم. بین پیغمبری خدا چی گفتن؟ این انسان، این عربیه که در مسجد پیشاب کرد، گفت دعوهو، این حکمت بینین، این آداب بینین. گفت حمد نشینین، صحابه ها کجا خستید؟ در جا تا نشینین. وارقو على بوله سجلا من ما او زنوبا من ما، جسورین، گفت غیرت دارین، پهلوان هستین، روین از بیرون، گفت در ظرفا آب یارین، پر از آب کنین، پیشاب این اعرابی را گفت جاروب گرفته شسته تازه کرده در بیرون برده پرتوین، به اعرابی کاری نگیرید. این تعلیم را بینین، این تواضع را بینین، این آداب را بینین. در آخر حضرت چی گفت؟ فَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُ مُعَسِّرِينَ، زیرا من بالای این امت آسانگیر آمدم، من بالای این امت مشکلات آوردنی نیستم. انا آداب پیغمبری خدا، این است معلمی که ما و شما را تربیه دارد، ما و شما را از کبر میخواهد نجات دهد. هر کدامی شما اگر این گونه پیشابها را میبینین، این گونه آب دهان و بینی را میبینین، وقتی خم میشوین و یک مشتخاک بالای او میپرتاییم، برای چی؟ برای که یک برادر مؤمن من آزار نیابد، مثل ان همون شیخی که عمل کرد و قصر جنت برای خود گرفت، شما را خداوند در اون مبتلا میکنه. انشاءالله من این موعظه را انجام دادن نتوانستم، خدا خواسته باشد باز جمعه دیگر، من گفتم شاید در این جمعه تمام میکنم که تمام نشد، انشاءالله جمعه آینده هم یک ساعتی دیگر در اطراف این صحبت میکنیم و بعدا خدا خواسته باشد با سوال و جوابهایی که خیلی زیادن، باز با اونها انشاءالله ما و شما روبرو میشویم. اینجا یک چند برادرها مرا بسیار تعجیلن سوال دادن که جواب گوییم، زیرا برادرها شهر روسیه میرفتن. السلام علیکم حاجی محترم، اولا خداوند عمر شما را دراز و پر برکات کند. من به روسیه هفته پیش آمد سفر دارم، از شما خواهش و التجا دارم که در حق ما دعا کنید، بعدا با سوالهای من جواب پر را دهید. پدر من آدم دست با خیر و خیلی هم خاکسار بودند، در آخر عمر بیماری بسیار دراز مدت کشیدند. در جنازه از ملا امام شنیدیم که روز بیماری 40 روز گناه را پروردگار عوف میکند، یعنی 40 روزه بیماری هایی که باشد گناه های بنده را عوف میکند. شما در این خصوص چی میگویید؟ دوم، درباره گوشت خوک، از ما نمیخوریم، همکارانمون از ما سوال میکنند چرا حرام است، شما چی میگویید با این سوال؟ با احترام، یکی از برادران اهل اسلام. یعنی یکم، بیماری ها البته این مغفرت گناه مسلمان میشود. اگر کدام ما و شما چند روزی که بیماری میکشیم، تصور کنین که خداوند در هر ساعت بیماری من گناه های ما و شما را مغفرت میکند. این حق است،
حتی اگر شما دائم مسجد می آمدگی باشید، یا اگر شما در ماه رمضان هم که بیمار شوید، خداوند شما را روزدار می نویسد، زیرا شما سالی که صحت و سلامت بودید روزه گرفته بودید، امسال این بیماری سبب شد تو روزه نگرفتی، یا بیماری سبب شد تو مسجد آمده نتوانستی، از این خاطر تو را خداوند در زمره مسجد می آمدگی ها می نویسد، در زمره روزدار ها می نویسد، اگر سال حج باشد تو را حاجی می نویسد. به خاطر چی؟ به خاطر که این بنده ای من بیمار است، این حق است. و دوم، گوشت خوک این حرام است، همه مسلمان ها این معلوم است. یعنی چرا حرام؟